آیا می دانید چرا کودک عصبانی و پرخاشگر می شود؟ کودکانی که مدام عصبانی می شوند را می توان کنترل و درمان کرد. ولی اول باید به دنبال علت آن بود که معمولاً به خاطر عدم توجه والدین به آنها این رفتار را از خود نشان می دهند. و اما بد اخلاقی و عصبانیت کودکان ریشه در چه دارد و چطور می توان آن را کنترل کرد؟ با ما همراه باشید. طبق گفته های روانشناس بالینی دکتر هوارد بس، کج‌خلقی یک کودک وقتی است که او قادر نیست انگیزه های عاطفی خود را تنظیم کند و این منجر به از دست دادن کنترل نفس و بی‌توجهی به هنجارهای رفتاری پذیرفته شده در گذشته می شود که از تناسب با موقعیت نشأت می گیرد. کج‌خلقی در کودکان از 18 ماهگی که بیشترین عمومیت را دارند شروع و در 4 سالگی شروع به کاهش می کند. اما برخی ممکن است حتی بعد از این محدوده سنی نیز ادامه پیدا کند. چرا کودکان کج‌خلقی می کنند؟ علت عصبانی شدن کودکان چیست؟ کج‌خلقی زمانی اتفاق می افتد که کودک سخت تلاش می کند تا بر محیط خود تسلط یابد. سفری سخت برای آنهاست که از یک کودک نوپا به یک کودک توانمند پیشرفت پیدا کنند. بیایید نگاهی بیاندازیم به 12 دلیل که چرا کودکان کج‌خلقی می کنند. شماره 1، قشر پیشانی نارس یا PFC. قشر پیشانی بخشی از مغز است که کارکرد اجرایی از جمله شناخت اجتماعی، رفتار ارتباطی و رفتار اخلاقی را تنظیم می کند. PFC به طور کامل در کودکان بالغ نمی شود و این منجر به عصبانیت می شود. PFC از 4 سالگی شروع به رشد می کند. شماره 2، سیستم لیمبیک. دستگاه لیمبیک به قشر پیشانی ارتباط دارد و مسئول کنترل احساسات انسانی اصلی مثل ترس، ناامیدی، خشم و شادی است. وضعیت نابالغ سیستم لیمبیک اغلب کودکان نوپا را گیج و ناتوان می سازد و نمی توانند احساسات خود را به طور دقیق بیان کنند و منجر به اوقات تلخی آنها می شوند. و تا زمانی که پوست آنها تنها راه برقراری ارتباط را گسترش دهد، احساسات خود را به شدت بیان می کنند تا نیازهایشان برآورده شود. این دوره عدم بلوغ تا بیش از 4 سالگی طول می کشد. شماره 3، مسائل خلقی. یکی از دلایل کج‌خلقی و عصبانیت کودکان مشکل در خلق و خوی آنهاست. کودکانی که ریجید هستند نسبت به تغییرات بی تحمل می باشند و احساسات خود را بد بیان می کنند که به احتمال زیاد کج‌خلقی و عصبانیت اینها نسبت به سایر بچه ها بیشتر است. شماره 4، روش ارتباط. اغلب کج‌خلقی تنها راه برقراری ارتباط با احساسات کودکان نوپا با والد است. به خاطر فقدان مهارت‌های کلامی لازم آنها، آنها ممکن است سعی کنند به شما بگویند که گرسنه، مایوس و خسته هستند و احساس ناخوشی و غیره دارند. شماره 5، توجه به نیازها. کودکان ممکن است سعی کنند نیاز خود را از طریق دیگر نشانه ها بیان کند، اما وقتی شما نمی توانید توجه خود را به او جلب کنید و یا آنها را درست درک کنید، به کج‌خلقی متوسل می شوند تا توجه شما را به خود جلب کند. شماره 6، والدین خیلی سختگیر. اگر سختگیر هستید و اجازه نمی دهید که کودک سعی کند یاد بگیرد و مرتکب اشتباه شود، جو منزل برای آنها خفه کننده خواهد شد. آنها ناامیدی خود را از طریق کج‌خلقی نشان می دهند. شماره 7، سرخوردگی. توانایی یادگیری یک مهارت جدید مثل گره زدن کفش و یا سازماندهی کتاب می تواند احساس درماندگی، شکست و ناتوانی و در نهایت عصبانی را ایجاد کند. شماره 8، عوامل خارجی.
انتظار می رود کودکان به شرایط مانند کلاس ها بیرون و یا در میان بزرگان رفتار خوبی داشته باشند. بعد از بالا نگه داشتن آنها اغلب وقتی به خانه برمی گردند از هم جدا می شوند. راه حل و بهترین رفتارهای والدین برای کنترل و برخورد با کودک عصبانی چیست؟ بهترین راه برای مقابله با کج‌خلقی کودک این است که آرام باشید. تنها در این صورت می توانید به قدم بعدی خود فکر کنید. حالا چگونه می توان با کج‌خلقی کودک مقابله کرد؟ طی زمان و تجربه یاد می گیرید چطور کودک خود را طی بحران کنترل کنید و در عین حال می توانید برخی از نکات زیر را دنبال کنید. شماره 9. توجه نکنید. سعی کنید توجه خود را از او دور کنید، به طوری که میل ندارید با بی‌ادبی‌اش عکس العمل نشان دهید. اما این کار در شرایط خاصی که در آن کودک به خودشان آسیب می‌رسانند یا اوقات تلخی می‌کنند کارساز نخواهد بود. شماره 10. خونسردی خود را حفظ کنید. این را در خانه تمرین کنید، زیرا آرام ماندن آسان نیست و نیازمند تلاش و شکیبایی زیاد است. اگر کودک اوقات تلخی می‌کند، آنها را از آن مکان دور کنید. به آنها چند گزینه پیشنهاد دهید که ممکن است دوست داشته باشند. داشتن انتخاب می‌تواند کودکان را زود آرام کند. شماره 11. به خشونت اجازه ندهید. اگر کودکتان فریاد میزند، کتک میزند، لگد میزند و یا پرتاب میکند، فوراً آنها را متوقف کنید. این مسئله را روشن کنید که خشونت قابل قبول نیست. اما خودتان نباید در این فرایند خشن باشید. به این ترتیب، آنها خواهند فهمید که آنها را دوست دارید، اما رفتارهای سرکش آنها پذیرفته نمیشود. شماره 12. سعی کنید واکنشها را درک کنید. زمانی که کودک سعی می کند با شما ارتباط برقرار کند، سعی کنید بفهمید که آنها چه می گویند. از آنها چند سوال بپرسید تا برایشان آسان شود که حرف خود را بیان کنند. این باعث کاهش ناامیدیشان می شود و آرامشان می کند. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه‌های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.